درود بر شما، من نیکبانگ کوثر هستم و با آبانگانی دیگر با شما خواهم بود. زنده شدن زاینده رود برای همه ما مهمه، اما سوال بزرگتر این است که به چه قیمتی؟ آیا به قیمت نابود شدن کوهرنگ و کاستن از سهم و حقابه کارون؟ عدالت محیط زیستی زمانی برقرار هست که منافع و مضرات به عدالت تقسیم بشن میان همه مردم. اما وقتی سهمی به یک گروه برسه و سهمی از یک گروه گرفته بشه، این بی‌عدالتی است. بسیاری از مردم در کشور ما درباره حوزه آبریز چیزهایی شنیدن، اما واقعیت‌های اون رو ازش شاید اطلاع نداشته باشن. دکتر احسان دانشور، مدرس دانشگاه و همچنین مدرس کارگاه‌های آموزشی در فضای آنلاین در روزهای اخیر، به ویژه کارگاه آموزشی گفتاب، در این باره توضیح می‌دهد. اولین بحث برای شکل یک حوزه، اگه نگاه کنید، حوزه آبریز دارای یک آیتم خیلی مشخص هست. یک نقطه یا بخشی از یک خشکی است که تمام آبها و قطراتی رو که در این نقطه، در این ناحیه ریخته میشه، جمع‌آوری میشه از طریق کانال‌ها، دره‌ها، رودخانه‌های فرعی و توسط یک رودخانه اصلی از حوزه خارج میشه. خب ابعاد متفاوتی دارن حوزه‌های آبریزی. حوزه آبریز میتونه حوزه آبریز کوچیک باشه در حد چندین کیلومتر مربع، یا حوزه آبریز هم میتونه در مساحت چندین هزار کیلومتر مربع باشه. بله، پس برای اینکه ما بتونیم یک حوزه آبریز رو تشخیص بدیم، باید نقشه توپوگرافی رو داشته باشیم. اگه یادتون باشه گفتیم نقشه توپوگرافی اونی است که ارتفاع زمین ریخت شناسی یا جیومورفولوژی سطح زمین رو که به ما نشون میده، و از وصل کردن نقاط خط و رأس ارتفاعات میتونیم که یک حوزه آبریز رو مشخص کنیم. پس شیب نقاط به گونه ای هست از نظر توپوگرافی یا بحث ارتفاعی که آبها به سمت نقطه خروجی حرکت میکنن. خب گفتیم که مرز هر حوزه آبریز خط و رأس ارتفاعات اونه. یعنی اگه دو تا حوزه هم کنار هم باشن، مرزی که اونا رو جدا میکنه اون باز هم خط و رأس ارتفاعات هست. پس تمام اتفاقاتی رو که به عنوان بخشای هیدرولوژی یا آبشناسی ما برای حوزه انجام میدیم، قبل از اون باید حوزه آبریز ما تعریف شده و مساحت و محیطش مشخص باشه. سه تا کلمه اینجا میبینید: watershed, basin and catchment. این سه تا کلمه هایی هستن که در متون انگلیسی به عنوان حوزه آبریز استفاده میشه و بعدش اسم اون رودخونه اصلی رو میارن. مثلا میگن که حوزه آبریز رودخانه کارون، حوزه آبریز رودخانه کرخه، حوزه آبریز دریاچه ارومیه، یعنی اون رودخونه هایی که بعداً به اون دریاچه میرسه. شکل حوزه تقریبا ما سه مدل حوزه داریم: حوزه های کشیده، حوزه پهن و حوزه های بادبزنی. خب حالا این خیلی تقسیم بندی جنریکی هست، میدونیم که هیچ حوزه ها ولی شباهتی دارن به این حوزه ها وقتی کشیده میشن. و شما میدونید که به صورت حوزه بادبزنی حوزه هست که تقریبا به صورت دایره ای سیرکل هستش. حوزه پهن، حوزه مستطیلی به صورت عمود بر نقطه خروجی، و حوزه کشیده حوزه مستطیلی هست که موازی با آبراهه اصلی و طول بزرگ مستطیل موازی با آبراهه اصلی. همین رو ما داشته باشیم برامون کافی هستش. خب یکی از عوامل دیگه، پارامترهای دیگه که در رابطه با حوزه آبریز خیلی حائز اهمیت هست، شیب حوزه است. خب این شیب حوزه همونجوری که گفتیم، هر چی که بیشتر باشه، یعنی اینکه سرعت حرکت آب بیشتره، و وقتی که سرعت حرکت آب بیشتر باشه، این تو بحث مدیریت سیلاب حائز اهمیت میشه. وقتی که ارتفاع حوزه متفاوت باشه، یعنی سطح برف و سطح باران، اون خطی که بین ما بهش میگیم مرز بین باران و برف، جابجا میشه. خب وقتی که بحث باران یا برف جابجا بشه، باز هم بحث مدیریت سیلاب حائز اهمیت میشه که بدونیم که
این بارشی که داریم بارش برف خواهد بود در اون قسمت یا بارش باران خواهد بود که باز هم در ارتباط با فرسایش و سیلاب اهمیت پیدا میکنه. و همینطور شیب حوزه آبریز که خیلی مهم هست برای بحث مطالعات آبخیزداری که چجور بتونن اون آب رو کنترل کنن، سرعتش رو کم کنن و اجازه بدن اون آب زمان بیشتری قرار بگیره در حوزه قبل از اینکه خارج بشه تا بتونه سفره آب زیرزمینی رو تغذیه کنه. گفتیم که حوزه های آبریز، همونجوری که گفتیم بودجه اون حوزه آبریز بسیار مهمه. آبی که وارد حوزه آبریز میشه و آبی که ازش خارج میشه، میزان آبی که وارد اون حوزه میشه همون بارشی است که به صورت باران یا برف واردش میشه و میزان خروجی اون آبی هست که از رودخانه نقطه خروجی خارج میشه. اون میزان آب به علاوه آبی که به صورت نفوذ کرده به زیر زمین، به علاوه آبی که به صورت تبخیر از اونجا خارج شده. پس اگر ما بدونیم چه مقدار بارندگی داریم، مثلا 10 میلیمتر بارندگی ما داشتیم، حوزه آبریزمون هم مساحتش مشخصه، در هم ضرب کنیم، واحداشون رو یکسان کنیم، میتونیم حجم آب ورودی به حوزه از طریق بارش حساب کنیم. خب رودخونه خروجی ما در زمانی که بارش وجود داشته، از بعد از نقطه زمان تمرکز تا زمانی که دوباره برگرده به اون بیس روانآب اولیه، اون میشه اون دبی سیلاب و دبی خروجی. اون میزان آب ما از میزان آب ورود کم کنیم میشه اون آبی که باعث شده حالا یا تبخیر شده یا به زمین نفوذ کرده به عنوان تلفات آب حوزه در بحث بودجه آب حوزه هستش. یکی از موارد دیگه که استفاده میشه برای بحث نقطه تمرکز اینه که وقتی میخوان راه جاده رو بسازن در اون نقطه، در اون نقاط که حالا رودخانه ها هستن، پل هایی رو میخوان بسازن، بند های انحرافی، هر چیزی که میخوان بسازن، من با یک کلمه بسیار تأکیدی باید اشاره کنم که لازم هست که این بحث نقطه خروجی، بودجه آب حوزه آبریز، میزان تلفات و روانابه که اون حوزه ایجاد میکنه بر اساس هر بارش شناسایی بشه تا بتونن اون پلها، جاده ها و حتی راههایی که قراره براش ساخته بشه رو مد نظر قرار بدن تو بحث مهندسی. خب یه نگاهی کنیم به حوزه های آبریز کشورمون. این نقشه که شما میبینید الان حوزه های آبریز اصلی کشور رو نشون میده. حوزه آبریز خلیج فارس دریای عمان، حوزه آبریز مرکزی، حوزه آبریز هامون، حوزه آبریز سرخس، حوزه آبریز دریای خزر و حوزه آبریز دریاچه ارومیه. و اگه دقت کنید غیر از دریاچه ارومیه و نقطه مرکزی، حوزه آبریز مرکزی، بقیه این حوزه ها در حالت تقریبا مرزی ما قرار دارن. در نتیجه وقتی که ما میخواییم نگاه بهتری داشته باشیم، این میشه نقشه حوزه های آبریز. حوزه های آبریز کاری به مرزهای سیاسی ندارن و دارای مرزهای جغرافیایی هستن. خب ما میدونیم در بعضی از مرزهای سیاسی در دنیا بر اساس مرزهای جغرافیایی هستن، اما در اینجا جایی که حالا ما کشور ما قرار داره، میدونیم که مرزهایی که هست غیر از در چند نقطه مشخص، بقیه اونا بر اساس مرزهای سیاسی هستن. پس شما میبینید که وقتی ما میگیم حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان، فرات و دجله رو هم در بر میگیره و بعد پس نقطه خروجی ما برای این حوزه به طور عام دیگه رودخانه کارون نیست، اون خروجی اروند به مثلا خلیج فارس حساب میشه یا رودخانه هامون قسمتی از افغانستان و پاکستان رو در بر میگیره، سرخس قسمت های همونجور که میبینید از ترکمنستان رو داره یا دریای خزر و قسمت ارمنستان آذربایجان. مثال بعدی حوزه آبریز زاینده رود، و میبینید که شکلش این یکی تقریبا کشیده است به سمت مثل حوزه پهن هستش. زاینده رود از اینجا از چشمه، دو تا چشمه اصلی که از اینجا سرچشمه میگیره، مال در چهارمحال بختیاری حرکت میکنه و از قسمت های صنعتی رد میشه و در نقطه خروجیش تالاب
گاوخونی هستش، زیر حوزه ها و دشت های دیگری که در این اطراف هستند شما میبینید، و همچنین مسیرهایی که بحث انتقال آب هست به این حوزه وارد شده، و تمام این حوزه فقط این رودخونه زاینده رودو داره. و شما ببینید با یک رودخانه چه میزان از حجم مصرف رو بر این رودخونه گذاشتن، چه میزان بحث صنعتی، چه میزان بحث کشاورزی بسیار زیاد، حجم عظیم. و خب ما هنوز توقع داریم که حقابه گاوخونی هم تأمین بشه، حقابه شهر اصفهان هم تأمین بشه، کشاورزی در حال توسعه شدید ناهمگون با منطقه هم کار خودش رو انجام بده، صنعت هم روز به روز بزرگتر بشه در این ناحیه، صنایع آببر بسیار عظیمی هم ساخته بشن، و حتی یک کانال آب هم آبو ببره یزد، هم بخواد آب شرب شهر یزد رو هم تأمین کنه. و حالا به هر حال دیگه من نمیدونم اون محاسبات تو بحث مدیریت داشتن کجای کارو باید بهش دقت میکردن که نکردن. خب بریم سر اصل مطلبی که داشتیم، رودخانه حوزه کارون بزرگ و به عنوان سومین مثالمون هستش. همونجور که میبینید تو این نقشه الان حوزه های فرعی کشور هستن که حوزه کارون بزرگ جزی از حوزه خلیج فارس و دریای عمان هستش، و موقعیتش در این تصویر شما میبینیدش. در این تصویر حوزچه های فرعی که در حوزه آبریز کارون بزرگ هستند 42 تا حوزه یا محدوده مطالعاتی هستند. در بعضیشون دشت تشکیل شده، در بعضیشون دشت تشکیل نشده، فقط بحث حوزه فرعی هستند. نکته مهم اینه که همون که گفتیم حوزه های آبریز تبعیت نمی کنن از مرزهای سیاسی، حوزه های سفرهای آب زیرزمینی در جاهای همشکل هستند با حوزه های آبریز فرعی، در جاهایی نیستند. این نکته هم یادمون باشه. اینکه ما بخوایم به اسم توسعه با استفاده از فناوری ها طبیعت رو نابود بکنیم تا اقتصاد چرخش به چرخه، دوام اون توسعه و دوام اون اقتصاد رو بسیار کم خواهد کرد. توسعه پایدار با روش های منطقی به دست میاد، نه روش هایی که به هر قیمتی طبیعت رو نابود کنیم. دکتر کاوه مدنی درباره توسعه و توهم توسعه توضیح میده. در مسیر توسعه بشر شاید بشه گفت که یه تفکری داشت، یا حداقل یه جهلی داشت، فکر میکرد که، و هنوزم در بعضی از موارد فکر میکنه که طبیعت منابع لایتناهی داره و بشر حق دارد که این منابع رو در راستای توسعه اقتصادی و افزایش سود و دستاوردهای اقتصادی مصرف کنه. البته میدونه که این دستاوردهای اقتصادی میتونه مسیر توسعه رو هموار بکنه، کیفیت زندگی رو برای انسانها بهتر بکنه، وضعیت بهداشتی رو بهتر بکنه، رضایت جوامع رو بالا ببره، و خب این رو دیده، استفاده از تکنولوژی بهش کمک کرده که دائما بتونه منابع بیشتری رو استخراج کنه، از این بهره‌وری رو بالاتر ببره، از این منابع برای تولید بیشتر استفاده کنه، تولید منجر به در واقع محصول شده، محصول رو فروخته، کسب درآمد کرده و تونسته سرمایه گذاری بیشتری بکنه و همین چرخه رو ادامه بده. حالا با همین تفکر، بدونه که اثرش روی چرخه طبیعت چیست، چه اثراتی میتونه روی سیستم آب و هوایی بذاره، رو چرخه هیدرولوژیک بذاره، فکر میکرد که باید هر آبی رو هر جایی که میبینه بیاره و بندازتش توی این چرخه تولید اقتصادی. پس شروع کرد با ساختن سدها، انحراف آبها و استفاده از موتورپمپ‌ها آب رو از مسیر رودخانه منحرف کرد، یاد گرفت یا به بقیه یاد داد که
آب رو هر موقعی که دلش میخواد و هر جایی که دلش میخواد مصرف بکنه. دوست نداشت بعضی از فصلها که آب زیاد داشتن، پس آب رو اومد در اون فصلها پشت سد ذخیره کرد، نذاشت اون آب برسه به طبیعت، سهم طبیعت داده بشه. در بعضی از موارد که آب کم بود، در بعضی از فصول دوست داشت به دسترسی به آب بیشتری داشته باشه، آب رو ذخیره کرد برای اون فصلها، تونست یک الگوی مصرفی برای خودش درست کنه که لزوماً از الگوی میزان طبیعی آب در هر منطقه و در هر زمان تبعیت نمی کنه. خب دسترسی به پمپ داشت، یکی از کارهایی که کرد این بود که اومد چاهای عمیق‌تری حفر کرد و برداشت از آب رو، یا اینکه دستکاری در طبیعت رو فقط به آب سطحی محدود نکرد، رفت سراغ آب‌های زیرزمینی و اونجا هم تا تونست دخل و تصرف کرد و منابع آبی که طی سالها، ده ها سال و صدها سال و هزاران سال اونجا ذخیره شده بود رو برداشت کرد و انداخت باز هم در اون چرخه اقتصادی، برای اینکه بتونه به بقاش ادامه بده و برای اینکه بتونه کیفیت زندگی رو به زعم خودش بالا نگه داره. خب اینها هم کافی نبود، یکی از مشکلاتی که باش مواجه شد این بود که بالاخره یک کفگیر به ته دیک خورد و نه آبی کافی بود که در سطح‌ها ذخیره بشه و نه آبی کافی بود در سفره‌های آب زیرزمینی باقی مانده بود که برداشت کنه. بنابراین فکر دیگری در واقع به ذهنش رسید و این بود که آب رو بره از جاهای دیگر بیاره، برای اون جایی که خشکه و انسان‌ها فعالیت‌های انسانی به اندازه کافی به اندازه نیازشون دسترسی به آب ندارن، فعالیت‌های کشاورزی، فعالیت‌های صنعتی، زندگی که براش آب شرب لازمه و بهداشتی که براش آب شرب لازمه. پس با این تفکر رفت و آب رو از جاهای دیگه برداشت آورد، فکر می‌کرد که به توسعه کمک می‌کنه، فکر می‌کرد که این راه خوبی است و تبعاتش رو سال‌ها بعد در نقاط مختلف جهان دید. وقتی که آب رو از جایی برداشت، نه تنها شرایط اون منطقه رو دستکاری کرد توش، اون مبدع رو که اون مبدع به این آب طبیعتش در یک روزی متکی بود و سالها بعد و ده ها سال بعد شاید انسانهای اون منطقه هم که به توسعه دست زده بودن و میخواستن کیفیت زندگی بهتری داشته باشن به اون آب نیاز داشتن و این آب جای دیگری رفته بود و براش چکی خلاصه کشیده شده بود و اونجا بدهکاری وجود داشت. حالا این اتفاقات فقط در مبدا نبود که ایجاد مشکل کرده بود، در مقصد یه اتفاق عجیبی افتاده بود. اوایل همه چی خوب بود، آب جدید اومده بود و آب جدید به توسعه و ادامه مسیر فعالیت‌ها کمک می‌کرد، اما خیلی زود بعد از اون وقتی مسیر توسعه ادامه پیدا کرد، وقتی صنایع کشاورزی و جمعیت به ادامه رشد خودشون، در واقع به مسیر رشد خودشون ادامه دادن، باز دوباره شرایطی تکرار شد. مصرف بیشتر از موجودی بود، مهم نبود چقدر از این آب از منابع آب زیرزمینی میاد، چقدر از منابع سطحی داخل اون حوزه و چقدر از حوزه های دیگر، مهم این بود که باز هم آب کافی نبود. حالا شرایط انقدر بده که نمیتونی در حوزه در واقع مبدا مشکلات رو حل کنی و نه حوزه مقصد. حالا همون بشر داره فکر میکنه که اگر نمیتونه دیگه از منابع آب سطحی شیرین آب برداشت بکنه، بره سراغ شیرین کردن آب دریاها و با همون فلسفه آب رو از مناطق دوردست جابجا کنه، یا فرضاً یک راه دیگر که راه حل تکنولوژیک هست و مبتکی بر فناوری اینه که آب پسابش رو تصفیه کنه و اون رو بیاد استفاده کنه. نکته ای که اینجا مهمه در نظر بگیریم اینه که تکنولوژی همیشه میتواند مفید باشد و تکنولوژی حتما بخشی از راه حل خواهد بود، چه برداشت از آب چاه، چه حداقل در این زمان، در این نقطه از تاریخ که ما توی زندگی میکنیم، هنوز حتی صدها میتونن کمک بکنن به بشر و برای توسعه حداقل بهترین راهکارهای جایگزین برای اون رو نتونستیم پیدا بکنیم. صدها هم حتی بخشی از راه حل بودند و خواهند بود. برداشت از منابع، در واقع انتقال آب میان حوزه‌ای و آب شیرین کردن آب دریاها و تصفیه پساب هم میتوانند بخشی از راه حل باشند، اما بشر جایی دچار مشکل میشه که فقط فکر میکنه که از طریق تکنولوژی باید مشکلش رو حل بکنه، فراموش میکنه که باید یه سری شروط وجود داشته باشه برای اینکه بگه من از کدوم راه حل
در چه زمانی و در کجا و با چه مقیاسی استفاده میکنن. خیلی فرق وجود داره بین یه بند انحرافی کوچیک با یه سد بسیار بزرگی که در واقع مخزن بسیار بزرگی داره و طبیعت رو داغون میکنه و دگرگون میکنه. خیلی تفاوت وجود داره بین برداشت آب از عمق 5 متری و عمق 200 متری. خیلی فرق وجود داره بین شیرین کردن آب در لب ساحل، جایی که انسان‌ها دسترسی به در واقع آب آشامیدنی سالم ندارن و بهداشتشون داره به خطر افتاده، با جایی که کیلومترها دورتره و اون آب شیرین شده رو میخواد برای صنعت و یا کشاورزی غیر پایدار استفاده کنه. پس اینجا حواسمون باید باشه که ما هیچ موقع حسمون یا جنگمون یا اون خشمی که داریم نباید بر علیه تکنولوژی باشه، نباید بر علیه راه حل باشه، بلکه بر علیه نحوه استفاده از اون راه حل. وقتی میخوایم یک مریض رو درمان بکنیم حتما به دارو و ابزارهای درمانی نیاز داریم. فناوری میتونه کمکمون بکنه، اما فقط فناوری و دارو نیست که میتونه یک مریض رو نجات بده. حتما نیاز وجود داره که اون مریض هم الگوی زندگیش و نحوه زندگیش و رفتارش و نحوه غذا خوردنش رو تغییر بده. در خیلی از این موارد ما فکر نکردیم که در کنار افزایش دسترسی به منابع آب بیشتر، ما نیاز به کاهش برداشت و کاهش مصرف آب داریم برای اینکه بتونیم اون تعادل رو برقرار کنیم. تفکری که فقط میخواد کمبود آب رو از طریق افزایش منابع حل بکنه، اون تفکری که متاسفانه در دنیای در حال توسعه هنوز برقرار، دنیای توسعه یافتم هنوز ازش رنج میبره، این ما رو به قهقرا میبره و وضعیت ما رو بدتر و بدتر میکنه. متاسفانه به خاطر اینکه ما میزان اتکامون به این منابع بیشتر و بیشتر شده، آسیب‌پذیری جوامع بیشتر میشه و در این بازی هم فقرا هستن که میبازن، کشاورزان هستن که نهایتاً بازنده میشن، اون بخش هایی که قدرت اقتصادی لازم رو ندارن که برن بجنگن یا قدرت سیاسی لازم رو ندارن برای اینکه بتونن بخشی از اون آب رو مال خودشون بکنن. طبیعت مظلومه که زبانی نداره و صدایی نداره که بازنده خواهد بود، و این از این در واقع از این منظر هم بسیار مهم میشه که در این بازی این بازی بسیار ناعادلانه است و اون فقرا و ضعفا هستن که بیشتر و بیشتر تو این بازی بازنده هستن و توانایی حل این مشکلات رو نه تنها دارن ندارن، بلکه توانایی تطبیق پذیری با شرایط جدید هم نخواهند داشت. اونها هستن که مجبور به مهاجرت میشن، اونها هستن که شغلشون رو از دست میدن و ورشکسته میشن و زندگیشون و همه چیشون از بین میره. توسعه در کشور ما به واسطه اینکه ارزیابی اثرات محیط زیستی به درستی انجام نشده مخرب بوده آثارش. درباره ارزیابی اثرات محیط زیستی بارها گفته ایم. این انیمیشن رو هم شاید دیده باشید، ولی باز اون رو ببینیم. ما رو در شبکه‌های اجتماعی قرار میدیم تا بتونید در اختیار دوستانتون هم قرار بدید و راجع به این مسئله بیشتر آشنا بشن. اگر تمامی فعالیت‌ها و کارهایی که ما برای بهبود زندگی خودمون و سایر انسان‌ها انجام می‌دیم توسعه نامیده بشه، برای اینکه این بهبودی پایدار بمونه باید حواسمون به شرایط منابع طبیعی و محیط زیست در آینده هم باشه. واسه همین قبل از انجام هر پروژه‌ای باید نتایج و اثرات درازمدت اون رو ارزیابی کنید. شاید عبارت ارزیابی اثرات محیط زیستی زیاد به گوشتون خورده باشه وقتی به اسم توسعه حرف از ساختن سد و پروژه انتقال آب می‌زنه. ارزیابی اثرات محیط زیستی کاریه که باید به دقت برای شناسایی و پیشبینی اثرات یک پروژه بر روی محیط زیست انجام بشه. مثلا اگه بخوان جایی پروژه‌ای رو اجرا کنن، باید به وضعیت منطقه توجه کنن و بررسی کنن که ساخت اون شرایط محیط زیست رو بدتر نکنه تا وضعیت بعضی سدها مثل گتوند و کارون سه تکرار نشه که یکی با حل شدن میلیون ها تن نمک همراه بود و اون یکی با مهاجرت اجباری هزاران نفر. برای همین یه ارزیاب که باید مستقل هم باشه میاد و کلی اطلاعات جمع‌آوری میکنه و گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی رو با تیم کارشناسیش مینویسه. توی گزارش میان فواید اجرای پروژه مثل تأمین مسکن، اشتغالزایی و کاهش ترافیک رو از یک سو و ضررهای اجرای اون رو مثل قطع شدن درختان، تخریب زیستگاه، تهدید حیات وحش و آلودگی خاک و آب‌های زیرزمینی از سوی دیگه با جزئیات بررسی می‌کنند.
تصمیم گیرندگان هم باید بعد از اون به نمایندگی از مردم این فواید رو با هزینه و ضررهای پروژه مقایسه کنند. توی این مرحله اگر راهی برای کاهش اثرات منفی پروژه وجود داشته باشه، طرح پروژه باید اصلاح بشه. توی این مرحله اگر راهی برای کاهش اثرات منفی پروژه وجود داشته باشه، طرح پروژه باید اصلاح بشه. اما اگر ضرر و زیان اجرای پروژه بیشتر از منفعتش باشه، تصمیم گیرندگان باید جلوی اونو بگیرن. در واقع هدف فرایند ارزیابی اثرات محیط زیستی تسهیل توسعه پایدار و بهبود کیفیت وضعیت زندگی انسان با کمترین آسیب به محیط زیسته. به امید اینکه نسل‌های بعدی از نسل‌های پیشین بهتر بتونن محیط زیست رو محافظت بکنن و بدون ارزیابی اثرات محیط زیستی اجازه اجرای هیچ پروژه‌ای رو ندن. تا درودی دیگر بهتر.